এডো it سعدی شیرین سخن گفت به فصل بهار برگ درختان سبز با خط رخشان سبز هر ورقش دفتری است معرفت کردگار عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی صنف نهم امیدوارم که در کنار خانواده خودتان در هر جایی از پهنه عزیز کشورمان افغانستان عزیز هستید همواره نانتان گرم باشد و آبتان یخ 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 عزیزان جان به درس 2021م رسیدیم عنوان درس امروز شما استاد کمال الدین بهزاد یکی از هنرمندان نقاشی در حوزه هنر رسامی در قرن دهم هجری قمری است در حوزه دستور زبان در بخش دوم در ادامه انواع جمله آشنا خواهیم شد با جمله مرکب عزیزان جان در فضای مجازی ما رو دنبال کنید نمبر ارتباطی ما 2964 780 255 شهل آماده دریافت نظرات شما خوبان در زبان است عزیزان جان همراه ما باشید برمیگردیم خب شاگردای عزیز قبل از اینکه وارد درس نو شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور کنیم در جلسه قبل از شما خواسته بودیم که جمله بسیط را تعریف کنید و مثال بزنید تعریف بکنید که جمله بسیط چیست و یک مثال ذکر بکنید که مساقی برای مفهوم جمله بسیط باشد در ابتدا میگوییم که جمله بسیط جمله بسیط جمله بسیط یا جمله ساده نام دیگر جمله بسیط چه شد دوستان جمله ساده شد از نامش پیداست تعریفش هم ساده می باشد که جمله بسیط جمله است که تنها یک فعل دارد یک تعریف بسیار ساده مشخص روان تنها ویژگی که در تعریف جمله ساده کاملا روشن و واضح هست دوستان همیست که جمله بسیط یک فیل دارد یک 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 فقط یک فعل داره خب اگه مثال بزنیم چی میشه به طور مثال میگویم چی میگوییم که فردا مکتب تعطیل است یک جمله ای که برای بسیاری از شاگردان ممکن است بسیار خوشحال کننده باشد بسیار از این جمله استقبال کند ولی این جمله در حد یک تصور است دوستان ان که انوار مکاتب باز باز باشند همه بچه‌ها بتوانند از مکاتب کمال استفاده رو ببرند خب گفتیم چی دوستان گفتیم که فردا مکتب تعطیل است خب فعل جمله چیه دوستان است درسته این فعل چون تنها یک فعل است یک فیل درسته؟ یک فیل پس چون ساختار جمله شما هم ساختار است که تنها یک فیل داره جمله شما چی می شود؟ جمله شما می شود یک جمله بسیط چرا؟ چون جمله بسیط در تعریفش ای بود که جمله است تنها یک فیل دارد و از یک فیل تشکیل یافته است خب شایدهای عزیز و گرامی درس امروز ما در مورد یک از هنرمندان و یک از اساتید حوزه نقاشی مینیاتور است این شخصیت کسی نیست جز استاد کمال الدین بهزاد بزرگترین و مشهورترین نقاش نگارگری یا مینیاتور در قرن دهم هجری که ما بین سالهای 860 تا 942 هجری قمری میزیسته میدانی که یکی از هنرهای بسیار پرکاربرد که در دوره های اسلامی در دوره های بسیار قدیم مورد استفاده بسیاری از اساتید به کار گرفته میشده است هنر نقاشی یا رسامی است خاصه بسیاری از هنرمندان کشورهای اسلامی از نوع خاصی حمایت میکرده، تبعیت میکرده و پیروی میکرده تحت عنوان هنر مینیاتور اگر بخوایم در مورد اساتیدی که نقش بسیار برجسته بر ای استاد کمال الدین بهزاد داشتن که نقش بسیار پررنگ هستند و باعث علاقمندی و شیفتگی ایشان به هنر رسامی شده است میتوانیم از امیر روح الله، امیر روح الله معروف به میرک در واقع یک نقاش هراتی اشاره بکنیم که کتابدار در واقع کتابخانه سلطان حسین بایقرا باشد یکی از سلاطین بسیار مشهور در حوزه حکومت تیموریان سلطان حسین بایقرا است و در کنار ایشان میتوانیم از سید احمد تبریزی نیز اشاره بکنیم که نقش استادی برای کمال الدین بهزاد دارم. این دو استاد از اساتید برجسته هنر رسامی بهزادند در کنارش می توانیم که فعالیت در دربار تیموریان و صفویان دو دوره ای که در واقع استاد بهزاد بیشتر در این دوره ها زندگی میکرد و بسیاری از آثاری که امروزه به دست ما رسیده است مربوط به این دو دوره ای حکمرانی است در دربار تیموریان و در دربار صفویان بسیار بسیار نقش چشمگیری این نقاش برجسته داشته تقرب نزد امیرالی شیر نوایی و سلطان حسین بایقرا که او را مانی ثانی لقب داده است. بدانید که در دربار تیموریان یکی از شاهان بسیار دانشجو صاحب فضل در واقع سلطان حسین بایقرا است که یک وزیر ادب دوست و اندیشمند دارد تحت عنوان امیرالی شیر نوایی که مشهور به زلسانیه است چرا؟ چون امیر علی شیر نوایی کسی بود که هم به زبان ترکی و هم به زبان دری شعر میگفت و بسیار علاقه داشت بسیار در واقع تکریم میکرد کسانی که در حوزه هنر دستی بر آتش داشته چه کسانی که شاعر بوده چه کسانی که نقاش بوده چه کسانی که ادیب بوده چه کسانی که نویسنده بوده در دربار تیموریان خاصه مقرب وزیر دانش دوست سلطان حسین بایقرا یعنی امیر شیر نوا یه خیلی جایگاه خاصی داشته دوستان خب از اون طرف دیگه سلطان حسین بایقرا که در واقع که استاد کمال بهزاد را میبینه آثارش را به گوش جان نگاه میکنه متوجه میشود که ایشان یک در واقع استعداد ذاتی عجیبی در دل نهفته داره به همین خاطر یک لقبی به ایشان میگذارد تحت عنوان مانی سانی ریاست کتابخانه سلطنتی شاه اسماعیل صفوی بعد از اینکه در واقع حکومت تیموریان به دست سلسله شیبانیان از بین می رود یک مدت حکومت می کند و بعد حکومت شیبانیان توسط صفویان از بین می رود سلسله صفویان که میآید در دوره در واقع از شا اسماعیل صفوی یک نگاه ویژه دوباره به سمت هنر و علم می شود به طوری که استاد کمال الدین بهزاد بر ریاست کتابخانه سلطنتی در واقع سلسله صفوی در دوره شاه اسماعیل صفوی میرسد اوج شکوفایی هنری بهساد در دوره شاه تحماس به صفوی است میدانی که شاه تحماس به صفوی فرزند شاه اسماعیل صفوی است بعد از اینکه سلسله صفویان پایتخت و حکومت خود را در تبریز قرار دادن از در واقع شاه از طرف دیگر از که استاد کمال الدین بهزاد درخواست کردند که در واقع در برخی از تواریخ آمده درخواست اجباری بکنه اجبار ایشان را از حرات بلند میکند و به سمت تبریز میبرد و ریاست کتابخانه سلطنتی را به ایشان میدهد ولی ایشان که در واقع هنر و تخصص ازیش هنر رسامی است نقاشی و مینیاتور خاص است به طور بسیار آثار شگفت آوری خلق میکند که اوج شکوفایی این خلق آثار در دوره شاه به صفوی میباشد بازگشت در اواخر به بهرات و مدفون شدن در قسمت شمال غربی ای شهر البته ای یک نظر است برخی اعتقاد دارند که مقبره استاد کمال الدین بهزاد در شهر هرات می باشد برخی دیگر معتقد هستند که نه در همون تبریز مدفون می باشد یک نظر است که البته ایشان در اواخر عمر برمیگردد به ذاتگاه خود که شهر هرات باشد نخستین کسی است که در تاریخ آثارش را امضا میکرده یکی از نکات برجسته آثار استاد کمال الدین بهزاد است ایشان اولین کسی است که وقتی که یک نقاشی نقاشی از نوع مینیاتور میکشیده خلق میکرده ایجاد میکرده در انتهای در واقع نقاش خود یک گوشه یک امضایی از خود به یادگار میگذاشته چرا این را میکرده به خاطری که بعدها مشخص شود که این اثر متعلق به استاد بهزاد است و کسی دیگر خالق اثر نبوده که بعدها بسیاری از هنرمندان در حوزه نقاشی از ایشان پیروی میکنند تبعیت میکنند و به سمت حرکت میکند امروزه در کنار هنر نقاشی از هنر خطاطی هم میتوانیم یاد بکنیم که استاد بهزاد در حوزه هنر خطاطی نیز بسیار ماهر و چیره دست بود اگر نگاه بکنیم بسیاری از اساتیر خط امروزه وقتی که یک اثر را خلق میکند یک نوشته ای را یک در واقع متن را یک شعر را منویسد منگارد یک امضایی از خود بر جای میگذارد این امضا گذاشتن در انتهای اثر در واقع شی نخستین بار توسط استاد بهزاد انجام شد مکتب بهزاد دارای سبک و ویژگی های خاصی در شرق و غرب است میدانید که استاد بهزاد یک مکتب خاص دارد یک مکتبی که تحت عنوان اسم خود نامگذاری میکنند و بسیاری از هنرمندان دیگر که میآیند از این استاد چیر دست تبعیت میکنند و بسیاری از هنرمندان در حوزه نقاشی و رسامی به سمت کشور هندوستان میرود و مکتب استاد بهزاد را در هندوستان نشر و گسترش میدهند وجود امضای استاد در نسخه بوستان سعدی که امروزه در کتابخانه ملی قاهره در کشور مصر به یادگار مانده است که یکی از آثار برجسته اشان است که دارای امضای ایشان میباشد گسترش سبک بهزاد در بخارا با استنساخ کتابی به نام مهرو مشتری یکی از چیزهایی که در واقع وجود دارد است که در بخارا یک اثر خطی یک اثر در واقع نسخه خطی موجود می باشد به نام در واقع نام مهر مشتری که در واقع امضا شده ای استاد گرانقدر است و از مکتب ایشان در واقع سرچشمه گرفته در ویژه مکتب بهزاد در هند با مهاجرت برخی نقاشان گفتیم که بسیاری از هنرمندان بسیاری از هنرمندان به سمت کشور هند حرکت میکند و در آنجا مورد استقبال پادشاهان هندی که در واقع پادشاهانی بودن که دری زبان بودند سلسله گرگانیان هند و در واقع کسانی بودند که بسیار تکریم میکردند علم را صاحبان علم را هنر را صاحبان هنر را از جمله کسانی که در زمره هنر بسیاری یاد طولایی داشتن کسانی بودند که به هنر نقاشی و رسامی در واقع میپرداختن و مورد تقریم پادشاهان قرار میگرفت و باعث شده که بسیاری بسیاری از در واقع هنرمندان به سمت کشور هندوستان حرکت کنند برخی از هنرمندان که در اونجا زندگی میکرده و کار میکرده در حوزه هنر نقاشی وامدار و مقلد استاد بهزاد بودند و موجب نشر و گسترش مکتب اشان در کشور در واقع هندوستان شدند خب تصاویر کتاب های منصوب به استاد بهزاد از استاد به سات آثار بسیار بسیار وجود دارد ولی متاسفانه تنها سی و دو اثر از اشان به دست ما رسیده که با امضای اشان مطابقت میکند از جمله کتاب هایی که منصوب است که تصاویر این کتاب ها را در واقع رسامی کرده نقاشی کرده سه کتاب مشهور است یکی کتاب گلستان سعدی است که برخی از حکایت کتاب گلستان سعدی در واقع به شکل تصویر در آمده این شکل تصویری و این نقاشی توسط استاد کشیده شده خمسه نظامی یا پنج گنج نظامی گنجوی از دیگر آثاری هستند که به تصویر کشیده شده توسط استاد نامدار نگارگری خمسه امیر شیر نوایی نیز از دیگر آثاری هستند که میتوانیم از او یاد بکنیم که استاد تمام تصاویر موجود در این کتاب اثر اشان است خب دوستان برای که بهتر و بیشتر با نحوه نگارگری و خاصه مینیاتور استاد کمالتین بهزاد آشنا شوید برخی از در واقع هایشان برخی از نقاشی هایشان را اینجا برای شما آورده ایم و ببینید یکی از آثاری که بسیار شهرت جهانی پیدا کرده در واقع نقاشی شطور و صاحبش است که در دوره صفویت در شهر اهرات این نقاشی کشیده شده که اواخر قرن 15 میلادی است نگاه میکنید که این شطور و این ساربان در اینجا توسط استاد کمال الدین بهزاد به تصویر کشیده شده است اثر بعدی ساختن کاخ خورنق است دوستان یکی از کاخهای بسیار مشهور و معروف در حوزه آثار باستانی کاخ خورنق است که در واقع در سال 1494 همی کاخ به تصویر کشیده می شود توسط استاد بهزاد که نحوه ساختن و چگونی که کار کردن کارگران در ایر در واقع کاخ را نشان می تصویر بعدی داستان مشهور یوسف و زلیخاست که از کتاب بوستان سعدی است در سال 893 هجری قمری در واقع تصویر کشیده می شود که دوستان می بیند از در دست استاد بلا منازه حوزه هنر مینیاتور استاد کمالتین بهزاد رو بعد دو سال می وارد ویژگی های مکتب استاد بهزاد شدیم استاد بهزاد رو گفتیم که یک مکتب خاص داشت بسیاری از هنرمندان بعدها از اشان تقلید کردند، پیروی کردن و خود را شاگرد استاد بهزاد دانستند. حال می خواهیم که مکتب بهزاد مکتب هنر رسامی استاد کمال الدین بهزاد دارای چه ویژگی است. خب اول دوستان بگوییم که درستی و دقت کامل در تصویر هر زمانی که آثار استاد رو نگاه میکنیم میبینیم که یک بسیار بسیار اجزا در نگارگری استاد به در جای دقیق و کامل و سر جای مطلوب خود قرار دارد نشان دادن صورت اشخاص با ترکیب رنگ ها یک از چیزهایی که قبلا مود نبود خیلی ها دوستان انجام نمیدادن یا ترس میخوردن یا وحشت داشتن یا احساس خوبی نسبت به شکل دادن و تصویر انسان ها در قالب هنر رسامی نداشتند استاد بهزاد می آمد صورت افراد چهره افراد را در واقع نقاشی میکرد میکشید و با رنگ های مختلف تزیین میکرد زرافت در ترسیم رنگ در واقع درختان و گلها و اشیاء و بسیاری از اموری که در طبیعت موجود هستند یعنی شما وقتی که اثر استاد کمالالدین بهزاد را نگاه میکنید ظریف و نازک اندیشی استاد را در هنر دست او کاملا مشاهده میکنیم تنوع رنگ ها و سازگاری میان آنها اگرچه برخی اعتقاد دارند که استاد کمال الدین بهزاد از رنگ های گرم کمتر استفاده میکرد بیشتر رنگ هایی که استاد از او استفاده میکرد از رنگ های سرد بود که رنگ های سرد رو به گونه کاملا هنرمندانه در کنار همدیگر قرار میداد به طوری که مابین رنگ ها یک سازگاری منطقی موج می و این در واقع یک شاخصه و این یک در واقع ویژگی خاص استاد بهزاد بود روحیه نخفته حب الهی در آثار استاد بهزاد خدادوسی خداباوری خدا باوری جایگاه خاصی داشت که میتوانیم با نگاه کردن به آثارشان این مطلب را درک کنیم چهره گوشایی و صورتگری خراسانی یکی از ویژگی های اصلی نقاشی سبک خراسانی است که دوستان در او چهره صورت همواره مشاهده می شود در نقاشی های قبلی ها که بود ما دیدیم دوستان شطور و ساربان در در واقع او ساختن کاخ خورنق اگر نگاه بکنید در داستان یوسف و زلیخا تصویر افراد کاملا گویا و روشن است که به طور کاملا روشن ما صورت صورتها را ببینیم این ویژگی ویژگی سبک خراسانی است که در واقع سبک خاص استاد کمالالدین بهزاد میباشد و آخرین ویژگی استاد بهزاد دوستان در حوزه مکتبشان دقت دقتنگاری در ترسیم دیوارها فرشها و مجالس است که استاد در عین حال که وقتی وارد دامان طبیعت میشد گلها، درختان، سبزه ها، جویها، رودها، رودخانه ها را کاملا با ناز و کندیشی و زرافت ترسیم میکرد نقاشی میکرد وقتی که وارد حوزه طبیعت که در واقع شده بود از حوزه طبیعت فاصله می‌گیرد، وارد حوزه های انسانی میشود انسان مجالس انسانی را محافل انسانی را خانه ها را در واقع گلبوته ها را فرش ها را همه را با تمام نازیب که در طبیعت بود در اینجا هم ترسیم میکرد بخش دوم دوستان در حوزه قواعد دستوری است که میپردازیم به جمله مرکب اگه خاطر شاگردای عزیز و گرامی و دلبندای نازنین باشه در جلسه قبل در مورد چی صحبت کردیم جمله بسیط گفتیم جمله بسیط یک جمله است که تنها یک فعل داره هر زمانی که یک جمله داشتین یک فعل داشت او را میگفتن جمله بسیط حالی در ادامه انواع جمله به جمله مرکب میرسیم در مقابل جمله بسیط ما جمله مرکب را داریم جمله مرکب چیست؟ میگوییم وقتی دو یا چند جمله برای بیان یک مفهوم معنای یکدیگر را کامل کنن هر زمانی که شما نگاه کنید جمله بسیط یک جمله بود یک فعل بود ولی ما حال ش... یک جمله داریم که از چندین جمله تشکیل شده یعنی چی؟ یعنی از چندین فعل تشکیل شده جمله ای که از چند فعل تشکیل شده باشد تحت عنوان جمله مرکب از او یاد میکنیم به طور مثال یک نکتم میگویم بعد مثالش رو ذکر میکنیم نکته نکته میگوید که جمله های مرکب از ترکیب جمله های ساده ساخته میشوند و این جمله های ساده ممکن است هم پایه و هم سطح باشد یا تابع و پیرو نگاه کنید دوستان پس جمله مرکب از چندین جمله بسیط ساخته می شود از چندین جمله ساده ساخته می شود حالی اگر بگویم که مثلا بر فرض مثال ما یک جمله مرکب داشته باشیم دو جمله داشته باشد جمله اول و دوم گاهی جمله های همسط هستن موازی و در کنار همدیگر از نظر وزنی هستن یا میتواند یک جمله وابسته باشد یک جمله دیگر در کنارش بیاد جمله چی باشد؟ جمله هسته باشد یا تابع و پیرو باشد که از او یاد کنن نام های مختلف تحت اونان تابع و پیرو هم تحت عنوان هسته و وابسته میگذارد و میخواهیم این دو نوع جمله را در قالب مثال با شما کار کنیم. خب نگاه کنید دوستان جمله مرکبی که همپایه همصده میگوییم هوا سرد است و باران میبارد هوا سرد است یک جمله ساده است دیگه درست شاید شاگرد عزیز باران میبارد هم چیه یک جمله ساده است ولی این دو جمله ارتباط برقرار شده بینش از طریق چی از طریق حرف ربط واو نگاه کنید هوا سرد است و باران میبارد پس میشه چی؟ میشه یک جمله همپایه هوا سردست برابر با چیه؟ با بارید باران در کنار هم دیگر که قرار میگیرد میشه یک جمله مرکب گاهی ممکن است دوستان حالتی که جمله مرکب میگیرد نه همسد باشه و نه همپایه به طوری که یک رابطه بالا پایین یک رابطه تابع و پیرو یک رابطه هسته وابسته بینشان برقرار باشد به طور مثال چی میگوییم؟ اگر در سنفهای قبلی خوب درس میخواندی حالا مشکلی نمی نگاه کنید اگر در سنفهای قبلی خوب درس میخواندی یک جمله ساده است یک جمله ساده حالا مشکلی نمی داشتی این هم یک جمله است این یک جمله است حالی ولی جمله یک جمله پیرو داریم یک جمله چی داریم دوستان پایه داریم جمله پایه چیه حالا مشکلی نمی داشتیم میشه جمله چی؟ جمله پایه شما در اینجا اصل و پایه ای جمله ایه چرا؟ چون شما یک مشکلی داری حال این مشکل را نمی داشتی. در چه صورت این مشکل را نمیداشتی؟ داشتی؟ یک جمله چی؟ یک جمله پیره یا یک جمله تابه نیاز داریم که جمله تابه شما می شود این قسمت شما اگر در سنف های قبلی خوب درس می خاندی. خب مشکل نداشتن تابه چیه؟ پیرا و چیه؟ پیروی که شما در سنفای قبلی خود درس میخواندی اگه درس نخوندی حال مشکل پیدا میکنی خب کدام حرف است کدام قسمت است که ای دو جمله رو با هم پیوند داده این کلمه اگر در واقع همون نقش ارتباطی دارد که ای دو جمله ساده رو با هم پیوند داده و یک جمله مرکب را ساخته است کار خانگی جلسه آینده از شما می خواهیم که جمله مرکب را تعریف کنید و مثال بزنید خب شاگردای عزیز جانان نازنین در پایان جلسه 21 ام از درس زبان و ادبیات دری رسیدیم خسته نباشید مانده نباشید درس امروز را تمام کردیم شاگردای عزیز فضای مجازی فضای بسیار بسیار خوبی است می توانید ارتباط بگیرید آماده دریافت نظر پیشنهادات شما از طریق نمبر ارتباطی برنامه مکتب خادی هستیم 2964 780 255 413. آماده دریافت همه نظرات شما در حوزه دروس مختلف دروسی که شما از طریق برنامه مکتب خادی دنبال میکنید را خواسته در حوزه درس زبان و ادبیات دری دارا هستیم عزیزان جان تا دیدار دیگر خداوند